Il catalogo è questo bar mio. ببین وقتی که آواز میخونم یا ساز میزنم خیلی خودم رو شروع کردم تحلیل کردم. محل مشترک علایقت، توانایی‌هات و نیاز دنیا همیشه خطی نمیرسی. خیلی حس بدی داشتم از این که فرصت زندگیم به خاطر سربازی نرفتم داره از بین میره. یه شکست دیگر رو میخوام به یاد بیاری که پولتو نمیخورم این دفعه. ساعت چند از خواب پا میشن؟ چجوری زمانشون رو مدیریت میکنن؟ چقدر ریسک پذیرند؟ چجوری با شکست مقابله میکنن؟ چه سبک موسیقی گوش میدن؟ نظرشون در مورد آینده ایران چیه؟ سلام، من محمدرضا عزلی هستم و در نورونیوم با هم وارد زندگی و ذهن انسان‌های تاثیرگذار و ارزش‌آفرین می‌شیم. سلام، چطوری کاوی جان؟ خوبی؟ خیلی ممنون از اینکه دعوت ما رو پذیرفتی. کاوه، امروز می‌خوایم بیشتر بشناسیمت و قاعدتاً صحبتی که می‌خوایم بکنیم، من دوست دارم که یه سری حرفایی زده بشه که تا حالا نزدیشون. راجع به طرز تفکرت صحبت کنیم. خب کاوه، الان کجای ما؟ این جای دفتریه که من نزدیک یکی دو ساله گرفتم. از زمانی که سراوا و کارخونه نوآوری اومدم بیرون، تصمیم گرفتم که در حوزه نوآوری خودم جدا کار بکنم. این چیزایی که الان این بالا نوشتی چیه؟ کسب و کاری بود که آخرین جایی که باشون صحبت کردم جنس توریسمه، یه بومگردیه. اوکی. و خب میدونی دیگه الان توی شرایط خاصیه توریسم ایران. اینفلوئنسرایی که دارن میان. من با اینا ناخودآگاه خیلی آشنا شدم سر یه پروژه‌ای. اینا میخوان توسعه بدن. خب بعد این نقطه تقاطع تمام اینا چی میشه؟ حد میزنی چیه؟ یه بیزنس خیلی خوب. اگه یه سازمان باشه که اینا تیم مارکتینگ، اینا تیم مثلا دیزاین، اینا تیم تکات، اینجا دو تا روایت هست. یا میگن یه پروداکت منیجر قوی اینجا نشسته که اینا رو ترجمه میکنه واسه هم. خب یا میگن که نگاه دیزاین و در بطنش نگاه دیزاین ثینکینگ اون وسط باید باشه. و الان خیلی از بیزنس های ما واقعا دارن شکست میخورن به خاطر اینکه اینا زبان همدیگر نمیفهمن. اوکی. موسیقی هم خوندی درسته؟ موسیقی یه فعالیت خیلی جدی در حد نیمه حرفه‌ای دوران دبیرستان دانشگاه بود. وقتی که تو یکم این کار بکنی موسیقی، سازهای مختلف میتونی بزنی. پیانو میزدم، گیتار میزدم و آواز خیلی میخونم. روبرتا اسکولتامی ریتورن انکور تی پرگو کاتالوگ کوستا بار میو. ما تقریبا اولین گروه هایی بودیم که گروه کور تو ایران شکل گرفت. کار کلاسیک میکردیم، مثلا ما با آقای چکناواریان ریکویم موزارت رو خوندیم توی تالار وحدت هفت شب. اجرا کردن توی تالار وحدت، تالار رودکی و حتی خارج از ایران، اینا تجربیاتی که میدونی زندگی آدم عوض می‌داره. ما این اسپانیا. فکر میکنم تو همیشه یه کافه‌ای میری که خیلی اونجا باش اونس داری. من جای شلوغی مثل کافه هایی که میز اشتراکی دارن یا میز اجتماعی دارن خیلی راحت تر کار میکنم. خب این بریم. خب پس اینجا کار میکنی؟ آره، نمیدونم چرا با این محیط انقدر راحتم. خب حس خوبی داره، انرژی خوبی داره، خاطرهای خوبی هم دارم توش. میخوام برگردیم بریم دوران البرز درس خوندی، درست میگم؟ البرز رو دوست داشتم به خاطر اینکه خیلی درش اختیار داشتیم که چی کار میکنیم. مثل مدرسه های اون دوران نبود که بچه ها رو بشونن بگن این دقیقه تا این دقیقه این کار رو بکن، این کار رو بکن. ممکنه اونا نتیجه بهتری گرفتن تو کنکورشون، ولی ماها با اختیار خودمون فهمیدیم که میخوایم چی کار بکنیم. آره. بعد دوست داشتی رشته‌ای که داشتی میخوندی؟ ببین واقعیت اینه که من و خیلی از آدما توی اون سن 15-16 سال
هنوز نمیدونیم که چی دوست داری. قبول داری؟ آره. واقعا من هنوز نمیفهمیدم که من همه چی دوست داشتم. گستره انتخابای من چون کار موسیقی میکردم، از موسیقی، نجوم، فیزیک تا پزشکی بود. من عاشق همه اینا بودم. تقریبا چیزی نبود که من عاشقش نباشم. اوکی. انتخاب کردن خیلی کار سختی برای یه بچه تو مثل تو. فکر میکنم که تو اون دوران مشکلاتو داشتی، الان داری به بچه های کم سن و سال تر که مدرسه میرن در واقع داری اون مشکلاتی که اون موقع داشتی و الان داری حل میکنی براشون. ببین وقتی که یواش یواش مدت کارت زیاد میشه، من به این فکر میکنی که خب من داره یواش یواش سنم میگذره و یه روزی قراره که بمیرم. اون روزی که قراره بمیرم چه ایمپکتی، چه تأثیری گذاشته. منم فکر کردم که واقعا کمک کردن ما به استارتاپ ها چقدر میتونه تغییر ایجاد بکنه. هر چقدر خواستم تغییر واقعی تر باشه، دیدم باید بریم عقب تر. از شتاب دهنده به پیش شتاب دهی، از پیش شتاب دهی به کمپ، از کمپ بری به سمت کامیونیتی بیلدینگ، تا اینکه میرسی واقعا به اینکه مشکل ما اصلا تو چیزه، توی خود بچه‌هایی که تو سیستم آموزشی میان بالا. واقعا ما تو دوران تحصیلیمون باید یاد میگرفتیم که مسئله حل کردن چه جوریه، چه قسمتی از مغز درگیرشه و چطوری میتونیم خودمون رو تربیت بکنیم. مسئله حل کردن یک مقام یک دفعه‌ای نیست، یک بازی تکرار شونده است. هی بچه‌ها تمرین کنید تا رشد کنید بیای بالا. ولی خب من فکر می‌کنم سیستم آموزشی ما بیشتر رفته سمت اینکه حفظیات و اینا بوده دیگه. بهش میگن استاندارد تست، سیستم تست‌های استاندارد که باعث میشه که آدم‌ها خسته بشن، همه بهشون انگ ADHD یا بیش فعال بودن بچسبونن، چون واقعاً یک مغز با این همه ورودی از جای مختلف، موبایل، کامپیوتر، اینترنت، بیاد سر کلاس و باز هم شنونده باشه، انتظار خیلی کار سختیه. عجیبیه. دقیقاً. من تو این دوران به این نتیجه رسیدم که نوع فکر کردن بچه‌ها نیاز به کمک داره. خب اینو باید آگاهانه بتونن بفهمن که الان در حال چه فکریه. خب دارن خلاقیت به خرج میدن، چطوری دارن مسئله حل میکنن یا دارن سنجش میکنن. دیزاین به عنوان یه پلتفرم مناسب یه چیز خیلی، یه موضوع خیلی جذابه. خب ما رفتیم به بچه‌ها دیزاین تینکینگ و دیزاین پروسس رو یاد دادیم. 6 تا قسمت داره دیگه. خب. از کشف، تعریف مسئله، ایده پردازی، نمونه سازی و پروتوتایپینگ و حالا تست و اسکیل کردن، بزرگ رشد کردن. در واقع ذهناشون رو دارید فعال می‌کنید. فعال می‌کنید. ببین فکر می‌کنم با آدمای مثلا سرشناس خیلی مختلفی کار کردی. یه قاعدتاً یه الگوی ذهنی اینا باید همه‌شون با هم دیگه داشته باشن. یه فرقای فاحشی با هم دیگه اینا داشتن از این 7-8 آدمی که باشون کار کردم. ولی یه چیزی در همه‌شون به قولتون مشترک بوده. اونم اینه که این آدم ها یه تصویر واضحی همیشه یا خیلی علنی یا خیلی زمینی توی ذهنشون از آیندهی که دارن براش تلاش میکنن داشتن. قشنگ میفهمیدی که هر تصمیمی داره میگیره داره با یه قطب نمای خودشو میبره بکنه. آره یه ویژنه و ویژنشون همیشه از ما جلوتر بود. از تجربه کاری با سرابا گفتی؟ و خب قاعدتاً سرابا خیلی کارهای خیلی خوبی کردش، یه موجی رو راه انداخت. تو فکر میکنی اون نقاط ضعف کجا بوده؟ این دوست داشتی اونجا رو چجوری بود؟ سرابا چهارمین یا پنجمین تجربه کاری من بود و اگه بخوام مقایسه بکنم دوست داشتم که جور دیگه رقم میخورد فضا. میخوام که ناحقی هم نکرده باشم راستشو بخوای در حق کسی، چون سرابا خیلی کارهای خوبی کرد، ولی من دلم مطمئن بودم میشد کارهای خیلی بهتری کرد. اگه ما روی بیزنس‌های سرمایه گذاری میکنیم و بهشون وعده‌های میدیم، باید بتونیم اینا رو محقق بکنیم. خب یا حداقل تیم ما باید بتونه اون ادعایی که واسه استارتاپ‌هایی که روی سرمایه گذاری کرده رو داره میکنه محقق بکنه، بهشون کمک بکنه، نه اینکه مثلا توی پیچ و خمای اداری و حقوقی کار اینا رو سخت‌تر بکنه. مورد دوم اینکه شما داری یه طراحی میکنی، یه ساختاری رو که یک تاثیر اجتماعی داره، یه آواتکی هست، یه سراوایی هست، یه نوآوایی هست، درسته؟ بعدن یه آوا گیمز و هم آوا. این آواتک داره به مردم یه پیامی میده، داره به مردم میگه که ول کنین کسب و کارهای سنتی، ول کنین کورپوریت ها رو، بیاین اینجا، اینجا آینده شما رقم میخوره. تبلیغات ما داره اینطوری ذهن مردم شکل میده، ولی واقعا اونایی که اومدن چند درصدشون راضی ان از مسیری که اومدن؟ اگه برمیگشتن دوباره چی کار میکردن؟ این نشون میده که ما باید تعهدمون و مسئولیتمون نسبت به این جوانایی که خیلی هاشون زینفای داخل خودمون هستن بهتر ایفا کنیم. بخوای برگردی به عقب
توی دوران‌های مختلف زندگیت، مثلا اگر بخوای برگردی به دوران کاوه دبیرستانی، چی بهش میگی؟ اول از همه بهش میگم که نظم در حد اینکه حتی چه ساعتی تنظیم میکنی بخوای چه ساعتی بیدار میشی خیلی مهمتر از اونه که فکرشو بکنی و کارهای تو رو، کارهای مغزت رو کلی تغییر میده. دومین مسئله این بود که خیلی زودتر تجربیات مختلف انجام میدادم تا بفهمم چی کارم و کیم. یک کمی زودتر خودم رو بشناسم توی عمل، نه فکر کنم و با آدم مشورت کنم. بزرگ من سر کلاس فلسفه علم میرفتم، مهمرزا سر کلاس اقتصاد ایران میرفتم، سر کلاس پویایی سیستم یا سیستم داینامیکس دکتر مشایخی هم میرفتم. اینا خیلی برای من ارزشمندتر در اومد این ستا تا تمام درسای مهندسی شیمی که خوندم. بین رشته‌ای فکر کردن مهمترین پیشنهاد من واسه بچه هاست. دیگه رشته رو به عنوان یک چارچوب نبینم، بلکه به عنوان یک پلتفرم پرش ببینم به سمت رشته‌های دیگه و بین رشته‌ای فکر کنم. بعد فکر میکنی که واسه کسب مهارت و تجربه لزوماً دانشگاه فکر نمیکنم که اونقدر لازم باشه؟ مثلا اصلا یا باید شروع بکنم به دورهای کارآموزی، یا پیشنهاد من به همه اینه که اصلا سال اول کار بکنی و کارهای یه کمی خرق عادت بکنن. یعنی ببین مثلا کسایی که اگه فرض کن که طرف نمیدونه که میخواد چی کار بکنه، مسئله دقیقا همینجاست که خط شما به محل مشترک علایقت، توانایی‌هات و نیاز دنیا همیشه خطی نمیرسی. یعنی بعد بری امتحان کنی شکست بخوری، امتحان کنی شکست بخوری. من از جاهایی حتی اومدم بیرون به خاطر اینکه خراب کردم. اوکی. بعد راجع به فیل داشتی صحبت میکردی، یکی از بدترین شکستایی که داشتی و الان داده بیا خیلی یعنی داغون باشی، یعنی آره. تو پایین‌ترین سطح ممکنه زندگی دیگه آره. باشی. چی بوده؟ عجب نامردی هست. تو کردم فقط من فرض میکنم بعد تو نمیپرسی چی بوده. آره من اصلا ناامید باشی که اصلا یه کمی پشتشو نگرفتم زمانی که میخواستم معاف بشم و چند بار موقعیت‌های معاف شدنم به خاطر تعلل من از دست رفت. و یکی از رشته‌هایی رو که خوندم سر نوشتن پایان نامه‌اش به خاطر همین اوکی نبودن با خود رشته، هر کاری کردم نتونستم انگیزم رو جمع بکنم و بنویسم. تو میخوای بری ولی بدنه نمیره و میگه من باید تموم بکنم. منطقا تو باید اینو تا اینجا رفتی، دهنت سرویس شده که برسی به اینجا، فقط یه قدم دیگه باید برداری ولی نمیتونی، ذهنت یاری نمیکنه. مغزت داری یه سیگنالی بهت میده که این درست نیست. آره. نسخه من چیه؟ نسخه من اینه که یه زمانی باید یه کارهایی رو علی‌رغم میل باطنی تا تهش بری، تا یاد بگیری که تا ته همه چی باید بری. ببینم موقعی که مردم میفهمن که مثلا این تمام این کار با هم دیگه داریم میکنیم، مثلا موسیقی هم میدونی، آوازم میخونی، ریاکشنشون چیه؟ اغلب خیلی براشون جذابه که یکی بتونه قسمت‌های مختلف زندگی رو با هم دیگه داشته باشه. چه زمانی از همه خوشحال‌تری؟ موقعی کار میکنی، میخونی، پیانو میزنی؟ ببین حقیقتش اینه که بدون تعارف لذت بخش‌ترین قسمت‌های زندگی من زمانی که با دخترم هم. به جز اون کار برام خیلی جذاب، کار برای من این زندگی، هیچ فرقی با هم دیگه نمیکنه. یه مدتی رفتی آمریکا، هیچ موقع فکر نکردی که اونور بخوای زندگی کنی؟ واقعیت اینه که این سوالو اگه من بهت بگم هفته 10 20 بار من جواب میدم اغراق نکردم، چون برای همین سوال هست. ولی همین لحظاتی که ما داریم الان اینجا میگذرونیم به اندازه کافی جذاب، پرفرصت و نگهدارنده واسه من هست. هدف من تو زندگی چیزی جز اینا نیست، مثلا برم اونجا یه سری کیفا داره، ولی من الان دارم حال میکنم. من واقعا دلم میخواد که یک روزی ببینم که بچه ها با علاقه و با انگیزه دارن چیزی یاد میگیرن و آمادن واسه اینکه کارهای مهمی توی کشور انجام بدن.